سلام بر پیشوای آزادی خواهان، سلام بر حسین، سلام به هشتگ سوژه خوش اومدید. بیننده های محترم برنامه هشتگ سوژه، امروز شب جمعه، شب زیارتی مخصوص سید الشهدا علیه السلام، خیلی عظیمی از زائران از سراسر دنیا، مخصوصا شهرهای مختلف کشور عراق، عازم شهر کربلا شدن برای زیارت شب جمعه حضرت سید الشهدا علیه السلام. ما هم 75مین قسمت از برنامه هشتگ سوژه رو در این شب جمعه، شب زیارتی مخصوص سید الشهدا علیه السلام، از جوار حرم مطهر و مقدس سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و حرم مطهر قمر منیر بنی هاشم حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام تقدیم حضور شما میکنیم. کارگردان محترم، اگر امکانش هست نمایی از گنبد مطهر حضرت سید الشهدا علیه السلام نشون بدید. و این به به جانم ابا عبدالله، میبینید که پرچم سرخ حسینی بر فراز گنبد مطهر حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام با دلهای میلیونها عاشق کربلا و زیارت امام حسین علیه السلام چگونه بازی میکنه. انشاءالله که به زودی و خیلی زیاد شما هم مشرف بشید کربلا. واقعا جای شما خالیه در کربلا، حیف حیف که در کربلا نیستید و روزداری مخصوصا در کربلای معلا و ایام ماه مبارک رمضان، نمیدونم امکانش هست تصویر بردار نمای از بین الحرمین بده در این شب جمعه خیلی عظیم زوار رو شما بیننده های محترم هم ببینید که حدود 1.5 ساعت تا اذان مغرب باقی است. ولی میبینید که خیلی، بله تشکر میکنم از کارگردان محترم و تصویر بردار، خیلی عظیم زوار سعی کردن خودشون رو به زیارت شب جمعه سید الشهدا علیه السلام برسونن. واقعا جای شما خالیه. کسانی که مشرف شدن کربلا میدونن اصلا با عبارات و واژه ها و کلمات نمیشه منتقل کرد این حسی که شبهای جمعه مخصوصا در کربلا هست. فقط میتونم بگم که داغو و نایب و زیاره شما هستیم، مخصوصا امشب در زیارت شب جمعه انشاءالله به یاد شما هستیم، داغوتون هستیم و به نیابتتون زیارت میکنیم، به این امید که به زودی و خیلی زیاد مشرف بشید کربلا. اما امروز اول ژوئن هست و از سال 2012 میلادی سازمان ملل متحد هر ساله روز اول ژوئن رو اختصاص داده به روز جهانی والدین و نامگذاری کرده به روز جهانی والدین. و ما هم به این بهانه 75مین قسمت از برنامه هشتگ سوژه رو و با توجه به پیشنهادهای زیاد شما بیننده های محترم قرار دادیم با یک چنین مناسبتی، روز جهانی والدین، که صحبت کنیم در مورد احترام به والدین و قدردانی از اونها. بله بیننده های محترم، در این قسمت از شما خواهم پرسید که چرا احترام به والدین و جلب رضایتشان در همه ادیان الهی تأکید شده است. با ما همراه باشید. بله بیننده های محترم، این به دلیل اینکه بیننده های زیادی هر روز تقریبا میشه گفت از جای جای این کره خاکی پیام ارسال میکنن و سوال میکنن که
غیر از ماهواره چه راه‌هایی هست که بتونن شبکه جهانی امام حسین علیه السلام رو مشاهده کنن و برنامه هشتگ سوژه رو ببینن غیر از تلویزیون و ماهواره؟ ما برنامه‌های شبکه جهانی امام حسین علیه السلام بر پخش زنده‌های این شبکه روی یوتیوب و فیسبوک به صورت لایو و مستقیم پخش میشه و این مژده رو بدم که برنامه هشتگ سوژه هم از این به بعد روی توییتر پخش خواهد شد و الان سلام میکنم به بیننده هایی که از طریق لایو توییتر دارن برنامه هشتگ سوژه رو مشاهده میکنن، همچنین بیننده هایی که از طریق لایو یوتیوب و لایو فیسبوک مشاهده میکنن این شبکه جهانی و این برنامه هشتگ سوژه رو. و خلاصه همه جا ما هستیم، همونطور که میدونید شما بیننده های محترم، در تمام فضاها پوشش داده شده. شبکه جهانی امام حسین علیه السلام محدود به هیچ فضایی نیست. اگر نتوانستید از طریق ماهواره شبکه جهانی امام حسین رو مشاهده کنید، از هر طریقی که بخواهید در دسترس و در امکان و در اختیار شما هست. حتی اگر دسترسی به یوتیوب و فیسبوک و توییتر هم ندارید، از طریق لینک مستقیم موبایل به روابط عمومی شبکه جهانی امام حسین علیه السلام پیام بدید یا به برنامه هشتگ سوژه پیام بدید، لینکی برای شما ارسال میکنن. به محض اینکه این لینک رو لمس کنید، شبکه جهانی امام حسین علیه السلام رو روی موبایل خودتون خواهید دید. ما همه جا هستیم بیننده های محترم، از این خاطر، از این نظر خاطرتون جمع باشه. و بیننده هایی که دسترسی به ماهواره ندارن یا در این ساعت در تایم پخش برنامه هشتگ سوژه خلاصه مشکلی پیش میاد و یهوی سر این تایم پارازیت میفته روی فرکانسشون، از طریق فضاهای دیگر میتونید برنامه هشتگ سوژه رو مشاهده کنید. یوتیوب، فیسبوک، توییتر لایو میره، اپلیکیشن شبکه هست، لینک مستقیم موبایل هست. از همین الان حدود 50 دقیقه فرصت دارید که با برنامه خودتون، برنامه زنده هشتگ سوژه تماس بگیرید و نظرتون رو در مورد سوال این قسمت از برنامه بیان کنید. از کارگردان محترم میخوام که شماره تماس برنامه رو روی تلویزیون نشون بدن که بیننده های محترم، بله، 20964 309 770 65 شماره تماس برنامه هشتگ سوژه هست. از طریق واتساپ و تلفن میتونید تماس بگیرید. بیننده های محترمی که در کشور ایران هستن میتونن از طریق سامانه پیام کوتاه به شماره 5011 4070 اسمس ارسال کنن. و شناسه برنامه در اینستاگرام هست، هشتگ هست @سوژه، بله. کامنت های شما هم در اینستاگرام هم خونده میشه در برنامه. بله بیننده های محترم، منتظر تماستون هستم در مورد احترام به والدین و ارج نهادن و سپاسگزاری کردن و تقدیر از والدین. امروز با شما بیننده های محترم صحبت میکنیم و از شما میپرسم که چرا احترام به والدین و جلب رضایتشان در همه ادیان الهی تأکید شده است؟ در حقیقت پدر و مادر با هر رنگ، نژاد، مذهب، فرهنگ و ملیت در هر نقطه از این کره خاکی اولین سرپرستان و مربیان کودکان به شمار میرن که شادی رو برای کودکان و فرزندان خودشون به ارمغان میارن و امکانات زندگی رو براشون فراهم میکنن. بزرگ کردن نوزاد از همان ابتدای تولد تا تبدیل شدن به یک انسان بالغ کار سخت و پرمسئولیتیه که اولین وظیفه هر پدر و مادری هست. یکی از دستورات حقوقی اسلام رعایت حقوق والدین هست که خدای متعال در آیات مختلف قرآن کریم به اون اشاره کرده و در 5 جای قرآن بعد از سفارش به وحدانیت و توحید احترام به والدین ذکر شده و از تعبیرهای مختلفی استفاده شده که ارتباط تنگاتنگ و پیوندی عمیق بین این دو عبارت دیده میشه، سفارش به وحدانیت خدای متعال و سفارش به احترام و بر به والدین.
یعنی در حقیقت چون بزرگترین نعمت، نعمت حیات و هستی هست که اون نیز از سمت خدای متعال هست، در مراحل بعد به پدر و مادر ارتباط پیدا میکنه، زیرا که فرزند حیات خودش رو مدیون پدر و مادرش هست. و نباید فراموش کنیم که برای تشکر از پدر و مادر فقط یک روز خاص مثل اول ژوئن، مثل امروز که روز جهانی والدین هست، مسلماً این یک روز نمادی هست برای فرزندان که در یک چنین روزی یادشون باشه در طول سال و همیشه از زحمات بیدریق پدرها و مادرها تشکر کنن، قدردان زحماتشون باشن و همیشه و در هر حالتی احترام به والدین رو در رأس امور خودشون قرار بدن. لذا شما بیننده محترم، فرزندان، نوجوانان، جوانان مخصوصاً در این قسمت از برنامه منتظر تماس جوانها هستم، منتظر تماس فرزندان هستم که بفرمایید چگونه با پدر و مادر خودتون تعامل میکنید، چگونه از زحماتشون قدردانی میکنید و چرا خدای متعال در همه ادیان الهی سفارش کرده به احترام به والدین. سلام میکنم به سرکار خانم هاجر از برازجان. سلام علیکم. سلام بر شما سرکار سلام خانم. سلام علیکم. وقتتون بخیر. تا عبادات قبول باشه انشالله. روز نمازهای شما هم قبول باشه. سرکار خانم. انشالله. به نظر شما چرا احترام به والدین و جلب رضایتشون در همه ادیان الهی سفارش و تأکید شده؟ چون واقعا پدر مادر عزیزن، به هر چی که دوست دارن از جانشون مایه بذارن، از زندگیشون مایه بذارن برای بچه هاشون. از روزی که مادری که بچه دار میشه که توشکه میشه، واقعا همه غمش رو، تفریحش رو، خورد و خوراکش رو، همه چیزش رو برای بچهش میذاره. بله. پدری که مثلا از صبح میره سر کار رو تا زندگی برای بچه آینده بچهش امرار و معاش میکنه، زحمت میکشه، اون کارگرشی که در نظر بگیری از صبح تا غروب، الخصوص منطقه جنوب که با این هوایی که گرمی که داریم واقعا زحمت میکشه، و چیز اونی که پشت میز نشسته، و چه مادری که حتی مثلا هم خونه کار میکنه هم شاغل بیرون، فقط به خاطر اینکه بچه در آینده بتونه در آرامش زندگی بکنه، بتونه واقعا یه فرد مفیدی برای جامعه بشه. بله سرکار خانم، شما پدر و مادرتون در قید حیات هستن؟ نه افهمیدم چی گفت. عرض کردم پدر و مادر شما در قید حیات هستن؟ نه نیستن. پدر و مادر من تقریبا یه 15 رحمت خدا رفتن. خدا رحمتشون کنه. وقتی که پدر و مادر یه چیزی پسرش یا دخترش میگه، فرض امتحان میکنه که فرزنداش میگه واقعا از شرف دل عاشق میشه، خوشش میگه که بچهش صاحب یه خونه شده، بچه شده، آینده داره. ولی واقعا چون از امه اطها رو وقتی که مثلا میگه که ما یه مشکلی داریم، میگه برو به پدر و مادرت احترام بذار، برو دستش یه مشکلی داشته باشی. پدر و مادر شما وقتی از دنیا رفتن، یعنی پدر و مادر که برای بچه هاش مایه میذاره، از هر فکر نمی کنن، حتی بچه های هم باشن که بتونن برای پدر و مادر این کار انجام بدن. بله درسته. یه روزی یه بچه میگه ما نه انگه شما نماز روزی کردیم که هیچ نماز روزی نمی کنم، یعنی خدا همه چی به من داده. سرکار خانم، درسته پدر به عنوان سوال آخر، نماز روزی نمی کنیم بدون همه چی داده. این دعای منی که پشت سر شما نه بدرقه راتونه گفتم قضای هیچ تو زندگیش کم میاره، یقینا همینطوره، در رفا باشه. این هم دعای منی که شما میتونین زندگی بکنین، واقعا همینطوره. الان کسانی که
آخه پدر و مادر گرفته شونه ببینید اصلا تو زندگی رشد نمی کنن. یا بچه هاشون واقعا خوب زندگی نمی کنن، زندگی آرامش نمی کنن. انشاءالله که همه جوان ها و فرزندان بتونن طوری زندگی کنن که مورد دعای خیر پدر و مادرشون واقع بشن. خدا پدر و مادر شما و همه پدر و مادرهایی که اسیر خاک هستن و از دنیا رفتن انشاءالله رحمت کنه. دعاگو و نایب الزیاره شما در کربلا هستیم. تشکر میکنم از شما، خدا نگهدارتون. سلام میکنم به آقای امین از کجان آقا امین؟ از سیرجان. بله سیرجان کرمان. آقا امین سلام بر شما، وقتتون بخیر، نماز روزهاتون قبول باشه. ممنون همچنین از شما، بزرگوارید، متشکرم. آقای امین، چرا احترام به والدین و جلب رضایتشون در همه ادیان الهی تأکید شده؟ همونطوری که دستای روایات یعنی روایات زیاده آیات قرآن هست که به پدر و مادر خود نیکی کنی، این نشونگر اینه که این مسئله مهمیه و بعد از خداوند متعال و ائمه معصومین سلام علیه بقیه میتونه، یعنی نشونگر اینه که اهمیت بالایی دارن و دین بالایی که به گردن ما دارن، این خودش نشونگره که احترام پدر و مادر در همه ادیان بالاست. بله آقای امین، شما پدر و مادرتون در قید حیات هستن؟ بله الحمدلله، خدا حفظشون کنه. شما برای جلب رضایت پدر و مادر معمولا چه کارهایی انجام دادید تا حالا و چه کارهایی میکنید؟ ما تا جایی که تونستیم سعی خودمونو کردیم که انشالله همینجور باشه که از ما راضی باشن، یعنی حتی در بعضی مواقع از یعنی اینو افتخار میکنم که میگم که من دست پدر مادر خود پایمونو میبوسم و به این افتخار میکنم. بله جناب آقای امین، آقا شما چند سالتون الان؟ 22 سال. خدا حفظتون کنه. با توجه به اینکه شما الان جوان هستید، اختلاف سنی و اختلاف نسلی که وجود داره بین شما و پدر و مادرتون مشکلی بین رابطتون ایجاد نکرده؟ نه الحمدلله نه، چون با تربیت خوب اونها ما هم تونستیم تو مسیر دلخواه اونها پیش بریم، یعنی خدمت به اهل بیت و خدمت به ائمه معصومین و به خداوند متعال. یعنی پدر و مادر شما به سفارش اهل بیت علیهم السلام شما رو برای زمان خودتون تربیت کردن، نه برای زمان خودشون و قدیم. احسنتم. و به عنوان سوال آخر، الان به نظر شما پدر و مادرتون از شما راضی هستن تا الان تصریح کردن به این مطلب؟ انشالله که راضی باشن، چیزی که از ظاهر مشخصه بله، ولی انشالله که ظاهر و باطن یه چی باشه و همینجوری بوده و هست. انشاءالله که بتونید بیش از پیش جلب رضایت پدر و مادر رو به دست بیارید که به دنباله اون جلب رضایت خدای متعال هست. تشکر میکنم آقا امین از تماستون. در شهر مقدس کربلا در این شب جمعه نایب الزیاره شما هستیم. سلامت باشید. تماس دعا، خدا نگهدار شما. خدا نگهدار شما. بله بیننده های محترم، شما هم هر جا که هستید، با هر قومیت و ملیتی که هستید، با هر دین و عقیده و مذهبی که هستید، میتونید همین الان تلفن موبایلتون رو وردارین و تماس بگیرید با برنامه هشتگ سوژه و نظرتون رو در مورد موضوع این قسمت از برنامه بیان کنید و مخصوصا جوانها، نوجوانها، کودکان این قسمت تماس بگیرید و مثل جوان محترمی که از سیرجان تماس گرفتن از کرمان، شما هم نظرتون رو بیان کنید. و مطلب مهم این که آیا اختلاف بین نسل شما و پدر و مادرتون این باعث مسائلی شده که یه مقداری بین شما و پدر و مادرتون شکراب بشه یا نه، پدر و مادر شما رو درک میکنن، مثل آقا امین که فرمودن شما رو برای نسل خودتون و زمان خودتون تربیت کردن یا زمان خودشون، اینا مسائل مهمیه. ولی با توجه به روایات و سفارش
اهل بیت علیهم السلام در این زمینه باید حواسمون رو جمع کنیم که حتی اگر پدر و مادر کافر هم باشند، مسلمان نباشند، خداپرست نباشند، احترام به پدر و مادر واجب هست. بله، روایت‌هاش رو انشاءالله در خلال برنامه بین تماس‌های بیننده‌های محترم انشاءالله اشاره می‌کنم که روایت‌های تکان‌دهنده و بسیار مهمی در این زمینه از اهل بیت علیهم السلام به ما رسیده. یکی از منابع مهمی که در زمینه حق و حقوق والدین راهگشای ما میتونه باشه رساله حقوق امام سجاد چهارمین پیشوای مسلمانان جهان حضرت زین العابدین علیه السلام هست. در فرازی از رساله حقوق امام سجاد علیه السلام میخونیم: اما حق مادر بر تو آن است که بدانی او حمل کرده تو را 9 ماه، طوری که هیچ کس حاضر نیست این چنین دیگری را حمل کند و به تو شیره جانش را خورانده است، طوری که هیچ کس دیگر حاضر نیست این کار را انجام دهد و با تمام وجود، با گوشش، چشمش، دستش، پایش، مویش، پوست بدنش و جمیع اعضا و جوارحش تو را حمایت و مواظبت نموده است و این کار را از روی شوق و عشق انجام داده و رنج و درد و غم و گرفتاری دوران بارداری را به خاطر تو تحمل نموده است تا وقتی که خدای متعال تو را از عالم رحم به عالم خارج منتقل کرد. اون دسته از دخترها و پسرهایی که ازدواج میکنند و به لطف خدا بچه دار میشن، یک مقداری از این مسائل رو شاید بهتر بتونن درک کنن از رنجی که پدر و مادر برای تربیت فرزندشون و بزرگ کردن فرزندشون متحمل میشن. کسانی که ازدواج میکنن و فرزنددار میشن یه مقداری بیش از سایر افراد میتونن این مسئله رو درک کنن. انشاءالله که همه جوانها عاقبت به خیر بشن با دعای پدر و مادرشون و ازدواج کنن و فرزنددار بشن و یک مقداری بتونن درک کنن آزار و اذیت‌ها و رنج‌هایی که مادر مخصوصاً متحمل شده برای تربیت. در ادامه رساله حقوق امام سجاد علیه السلام در مورد حق پدر حضرت می‌فرمایند: اما حق پدرت بر تو آن است که بدانی او اصل و ریشه توست و تو فرع و شاخه او هستی و اگر او نبود تو نبودی، پس هر وقت در خودت چیزی می‌بینی که موجب پیدا شدن غرور در تو می‌گردد، متوجه باش که پدرت اصل و اساس آن نعمت است و خداوند را به خاطر این نعمت بزرگ ستایش کن و از او تشکر کن به اندازه نعمتی که به تو ارزانی نموده است و قوتی نیست مگر به قوت خدای متعال. بعضی از جوانها شاید در رابطه با برخی مسائل مغرور بشن، یه تخصصی پیدا کرده، یه ماشینی تونسته بخره، یه جای خوبی استخدام شده و و و تک تک این نعمت‌هایی که به دست میارن. امام سجاد علیه السلام می‌فرمایند: جوان مغرور نشو، بدون که اصل این نعمت از پدرت که تو فرع و شاخه پدرت هستی. اگر پدرت نبود تو الان نبودی و این تخصص رو نمیتونستی به دست بیاری و این ماشین رو نمیتونستی بخری و و تمام این چیزهایی که ممکنه خدای ناکرده بعضی جوانها رو مغرور کنه و در مقابل پدر و مادر یه صحبتهای ناشایستی داشته باشن. واقعا جای تأسف داره که انسان بعضی وقتا میبینه در خانه سالمندان چه خبر هست. اگر تا به حال خانه سالمندان نرفتید، حتما در ماه مبارک رمضان یه سری بزنید به خانه سالمندان، ببینید چه کسانی هستند، چه پدر و مادرهایی هستند، چه کسانی که
با سختی و مشقت‌های فراوان فرزندان خودشون رو بزرگ کردن و فرزندان وقتی بزرگ شدن از آب و گل به قول معروف در اومدن و مشغول کسب و کار و روزمرگی شدند، متاسفانه فرصت رسیدگی به پدر و مادر و خدمت کردن به پدر و مادر رو نداشتند و پدر و مادرشون رو به خانه سالمندان منتقل کردند. البته همه پدر مادرهایی که در خانه سالمندان هستن دلیلش این نیست و شاید یک درصد بسیار کم و ناچیزی باشد که واقعا اون فرزند ناچار بوده، یعنی این واقعا که عرض میکنم خودش و خدای خودش جوابی داره شب اول قبرش به خدای متعال بده. شب اول قبرش جواب داره برای خدای خودش که چرا پدر یا مادرش رو در خانه سالمندان قرار داده. میلیون ها تومن هم که هزینه کرده باشه، میلیون ها تومن هم که ماهانه هزینه کنه برای خانه سالمندان، در بهترین مرفه ترین خانه سالمندانی که در دنیا وجود داره پدر و مادرش رو قرار بده، این جواب نمیشه برای شب اول قبرش. چه پدر مادرهایی که در گوشه خانه سالمندان لحظه شماری میکنن برای یک تماس تلفنی از طرف فرزندانشون، لحظه شماری میکنن برای اینکه فرزندشون ماهی یک بار بیاد 5 دقیقه ببینتشون. حتما این درخواست عاجزانه من هست از شما بیننده های محترم، حتما در ماه مبارک رمضان به خانه سالمندان برید و از نزدیک ببینید و قدر پدر و مادر خودتون رو بدونید و اگر توفیق خدمتگزاری پدر و مادرتون رو دارید خدا رو شکر کنید، سجده شکر به جا بیارید که بسیار بسیار حائز اهمیت هست. اما الان بیننده های محترم دعوت میکنم از شما که بریم آیتم سوژه گراف رو ببینیم. نقش حیاتی و انکارناپذیر والدین توی زندگی فرزندا یه مسئله بدیهیه و به همین خاطر سازمان ملل روز اول ژوئن رو روز جهانی والدین نامگذاری کرده. سازمان ملل سعی میکنه توی چنین روزی فرزندا، خانواده‌ها، معلم‌ها و سازمان‌های مردم نهاد رو تشویق به ارج نهادن به مقام و جایگاه والدین در خانواده و اجتماع کنه. اما باید گفت برای تشکر از والدین و اکرام و احترام اونها نیاز به روز خاصی نیست و همیشه باید از مقام والای والدین تجلیل بشه و مخصوصا فرزندان پدر و مادرشون رو مورد اکرام و احترام قرار بدن، چرا که تقدیر از والدین علاوه بر این که در همه ادیان الهی مورد تاکید واقع شده یه امر فطریه که در وجود همه انسانها نهادینه شده. در آموزه‌های اسلام خیر و برکت در زندگی مادی و معنوی و همچنین سعادت دنیا و آخرت فرزندا در گروه رضایت و دعای پدر و مادر در حق اونهاست و نارضایتی پدر و مادر یا خدای نکرده مورد نفرین و عاق والدین قرار گرفتن موجب قهر و غضب الهی. اهمیت احترام به پدر و مادر و نیکی کردن به اونها تا جاییه که در قرآن کریم 4 مورد در کنار توحید و یکتاپرستی به احسان به والدین پرداخته شده. محدوده احسان به والدین تا جاییه که حتی اگه پدر و مادر در حق فرزندا کوتاهی کنن هم فرزندان حق ندارن وظیفه خودشون رو در برابر اونها انجام ندن و حقوقی رو که خدای متعال برای پدر و مادر برگردن فرزندا قرار داده رو رعایت نکنن. حقوقی که حتی در مورد پدر و مادر کافر هم باید رعایت بشه و با مرگ پدر و مادر هم از گردن فرزندا برداشته نمیشه و رعایت کردن اونها ضامن سعادت دنیوی و اخروی فرزندانه. سلام مجدد عرض میکنم خدمت بیننده های محترم برنامه هشتگ سوژه. 75 قسمت از این برنامه رو از جوار حرم مطهر حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و حرم مقدس و نورانی باب الحوائج الالله حضرت قمر منیر بنی هاشم ابوالفضل العباس علیه السلام تقدیم حضور شما میکنیم. در این شب جمعه مخصوصاً
جای شما در کربلا بسیار بسیار خالیه. این حال و هوایی که در کربلا هست و زائران بسیار زیادی که برای زیارت شب جمعه حضرت ابا عبدالله علیه السلام مشرف شدن کربلا، واقعا قابل وصف نیست، با کلمات و با این عبارات نمیشه توصیف کرد. انشاءالله که خودتون به زودی مشرف بشید کربلا، از نزدیک زیارت کنید سید الشهدا علیه السلام رو و در این اجواء قرار بگیرید و در بین الحرمین این خیابان عاشقی قدم بزنید به سوی حرم حضرت عشق ابا عبدالله الحسین علیه السلام. بله، در خلال صحبت ها تصاویر بین الحرمین رو هم میبینید و ازدحام جمعیت زواری که برای زیارت حضرت ابا عبدالله علیه السلام مشرف شدن. واقعا جای شما خالیه در کربلا. اینو ده ها بار هم که عرض کنم نمیدونم، واقعا جاتون خالیه. انشاءالله که به زودی قسمت و روزیتون بشه در کربلا حاضر بشید، ابا عبدالله علیه السلام را از نزدیک زیارت کنید و این حس عاشقی که هست در این فضا و این حس آرامشی که با زیارت سید الشهدا علیه السلام به انسانها و به زائران دست میده، انشاءالله از نزدیک لمس کنید و تجربه کنید. بله، شنیدید نظر بیننده های محترمی که تا این قسمت از برنامه تماس گرفتن. همچنان منتظر تماس های شما خوبان هستیم در هر جای این دنیا که هستید، با هر قومیت و ملیتی، کردها، ترکها، لورها، عربها و فارس زبانها، همه و همه میتونید به برنامه هشتگ سوژه تماس بگیرید، با هر جنسیت و قومیتی که هستید و با هر ملیتی که هستید، برنامه هشتگ سوژه در بس در اختیار شماست. تماس بگیرید و نظرتون رو بیان کنید در مورد احترام به والدین و جلب رضایتشون و اینکه چرا در تمام ادیان الهی احترام به والدین و جلب رضایت اونها سفارش شده و تأکید شده. بله، روایت های بسیار زیادی در این زمینه هست برای احترام به والدین. ششمین پیشوای مسلمانان جهان حضرت امام صادق علیه السلام می‌فرمایند نیکی به پدر و مادر نشانه شناخت شایسته بنده خداست، زیرا هیچ عبادتی زودتر از رعایت حرمت پدر و مادر مسلمان به خاطر خدا انسان را به رضایت خدا نمی رسانند. جانم به این فرمایش امام صادق علیه السلام، هر کسی می خواد زودتر تقرب به خدای متعال پیدا کنه، بیشتر به پدر و مادرش احترام بگذاره، بیشتر خدمت پدر و مادرش رو بکنه. هشتمین پیشوای مسلمانان جهان حضرت سامن الحجج حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام می فرمایند کسی که از پدر و مادرش سپاسگزاری نکند خدا را شکر نکرده است. ابتدای برنامه خاطرتون هست که عرض کردم پیوند عمیقی هست بین احترام به والدین و وحدانیت و توحید و یکتاپرستی. این فرمایش امام رضا علیه السلام همین نکته رو می‌فرمایند که کسی که از پدر و مادرش قدردانی نکنه و سپاسگزاری نکنه، شکر خدای متعال رو به جا نیاورده. بسیار بسیار مطلب مهمی است. رسول خدا صلی الله علیه و آله می‌فرمایند هر فرزند نیکوکاری که با مهربانی به پدر و مادرش نگاه کند، در مقابل هر نگاه ثواب یک حج کامل مقبول به او داده می‌شود. جانم به این روایت رسول خدا صلی الله علیه و آله. خوشا به احوال شما بیننده های محترمی که با نگاه های عاطفی و مهربانانه خودتون عبادت میکنید، به پدر و مادرتون نگاه میکنید و ثواب عبادت و حج خانه خدا در نامه عملتون نوشته میشه. حیفم میاد، بذار یک بار دیگه این روایت رو بخونم شما هم بله بیشتر دقت کنید. رسول خدا صلی الله علیه و آله می‌فرمایند هر فرزند نیکوکاری که با مهربانی به پدر و مادرش نگاه کند، در مقابل هر نگاه ثواب یک حج کامل به او داده می‌شود.
حج کامل مقبول. انسان ها ممکنه چند مرتبه در طول زندگیشون به حج مشرف بشن، اعمال حج رو به جا بیارن، اما کی میتونه تضمین کنه که سفر حجی که رفته مقبول خدای متعال بوده 100%؟ اما کلام رسول خدا کلام الهی است، کلام وحی است. رسول خدا میفرمایند نگاه مهربان به پدر و مادر، ثواب حج مقبول در نامه عمل شما نوشته میشه. یه شخصی سوال کرد، یا رسول الله اگر روزی 100 مرتبه به پدر و مادرش از روی مهربانی نگاه کنه چطور؟ رسول خدا فرمودن آری، همه آنها نوشته میشه، خدای متعال بزرگتر و پاکتر از اینهاست. خانمه سلام میکنم به سرکار خانم نصیبه از تهران. سلام آقای بهنام، تاعتتون قبول باشه. سلام بر شما، هستم. عبادات شما هم قبول باشه، نماز روزهاتون قبول حق. بفرمایید که چرا احترام به والدین و جلب رضایتشون در همه ادیان الهی تأکید شده؟ واقعیتش اینه که ما تمام وجودمون، طبیعتمون، حضورمون توی این دنیا و در واقع اون تأثیر ما توی این دنیا از والدینمون هست، از پدر مادرمون هست. و حالا اینو چرا برعکس سفارش نشده؟ به خاطر اینکه پدر مادر به صورت در واقع ذاتی این مهر رو به فرزندانشون دارن و تقریبا میشه گفت که خیلی نادره که آدم بدونه که برعکسش دیده نمیشه. بله. ولی از طرف فرزندان متاسفانه حالا توی رابطه دنیای امروز خیلی بیشتر میشه این رو دید که یه مقداری نسبت جایگاه پدر و مادر و نسبت اون حرمتی که پدر و مادر باید برشون رعایت بشه یه وقتایی یک سهلنگاری های دیده میشه، یک کوچک شمردن های دیده میشه و شاید این تأکیدها توسط ادیان الهی برای این بوده که اگر جایی هم اون حالا درگیری های به قول من اجتماعی که افراد دارند یا حالا اون بی‌توجهی هاشون باعث شده بخوان این مقام رو زیر پا بذارن، تأکید الهی و اینکه یک وظیفه دینی هستش باعث که توجهشون جلب بشه به این قضیه. به خاطر اینکه به هر حال پدر مادر ما هستن که ما هستیم، پدر مادر ما هستن که در واقع حالا جدا از این حفاظت های فیزیکی که یک فرزند دریافت میکنه تا به یک سن در واقع بلوغ برسه و خودش بتونه برای خودش زندگی تشکیل بده، والدین هستن که نقش اصلی توی شکل‌گیری شخصیت ما، اعتقادات ما، تاثیر ما توی جامعهمون، تاثیرات شغلی، تاثیرات فردی و اجتماعی اینا دارن. و وقتی که نادیده گرفته بشه مقام اونها و بی‌توجهی بشه به اون در واقع بی توجهی میشه به نقش اونها که دنیا و آنها دیگه سنگ به سنگ بند نمیشه و همینطوری هم به نسل بعد انتقال پیدا میکنه. کمان که یکی از دلایلی که الان والده یه مقداری جایگاهشون داره اون جایگاه گذشته و اون قدسات گذشته رو از دست میده به خاطر اینکه بچه ها رفتارهای پدر مادر خودشون رو میبینن. مثلا توی خانواده پدر یا مادر تصمیم میگیرن که یک والد رو حذف کنن، یه والدین رو حذف کنن. مثلا یه خانم بگه که خانواده شوهر نباشن یا یه آقای بگه که خانواده زن نباشن و کم کم فرزند اینو یاد میگیره و این به نسل‌های بعد منتقل میشه و بعد ما با یک جامعه‌ای روبرو میشیم که ارکان‌های اون سست و وقتی ارکان‌های یک جامعه سست باشه قطعاً توش تعالی حالا انسانی شکل نخواهد گرفت. حالا ممکنه یه سری پیشرفت‌های ظاهری وجود داشته باشه ولی وقتی که اون در واقع این جایگاه مقدس یا سوال بره تربیت انسان ها زیر سوال میره و اخلاق و انسانیت بله بله زیر سوال میره و دیگه جامعه ای هم که خالی از اخلاق باشه، خالی از ارزش ها باشه، حالا هر چقدر هم که از نظر علمی پیشرفت کنه، هر چقدر هم که از نظر تکنولوژی پیشرفت کنه، که جامعه پوچه و از تعالی انسانی درش هیچ خبری نخواهد بود. و فکر میکنم دلیل تاکید ادیان الهی به این قضیه هم این باشه. احسنتم بزرگواری. سرکار خانم، شما خودتون برای جلب رضایت پدر و مادر چه کارهایی انجام میدید معمولا؟ سوال خوبیه. من خیلی سعی میکنم که این مسئله را رعایت بکنم. البته نمیتونم بگم در این زمینه یک آدم خیلی موفق هستم ولی حقیقت اینه که لااقل
همه ما آدم ها تا یه سنی توی یک فازی هستیم که دوست داریم که حتی برخلاف هنجار خانواده عمل بکنیم و حتی بر خانواده می کنن و روشون هیپورات می حتی داریم و سعی می کنیم که برس رو من انجام بدیم. حتی اگر هم دلیزه من محله رو توی سر گذاشتم و به این نتیجه رسیدم که واقعا پدر و مادر فقط خیر بچه هاشون رو می خواد یقیناً همینطوره. بیشتر تلاشی که کردم این بوده که خودم به این نتیجه رسیدم که باورهای پدرمادرم باورهای درستی سعی میکنم در جهت باورهاشون حرکت کنم، چون سیاهاشون از نظر اخلاقی از نظر تحصیلی خیلی پدر من تمایل داشت که من تحصیل کنم و واقعا ولی احساس کردم که خوشحالی پدرم برام ارزشمند، تلاش کردم درس خوندم موفق شدم و الان دارم میبینم که اگر اصرار میکرد برای خودم بود. یعنی در نهایت اصرار ایشون باید ها و نبایدهایی که خانواده برای من تعیین کردن فقط چیزش برای خودم بوده. به این رسیدم و کاری که الان دارم انجام میدم اینه که واقعا به اون چیزهایی که اونا میگن خوبه عمل میکنم و به اون چیزهایی که اونا میگن بده، نه صرف به این که دستور دینم باشه، من رسیدم. امیدوارم بقیه سعی کنن به این که دستور دینه عمل کنن، ولی من واقعا خودم به این سنی که رسیدم باور دارم که اون چیزی که پدر مادرم میگن نهایت خیر منه و هر جا که به حرفشون عمل کردم خودم بردم و هر جا که عمل نکردم خودم شکست خوردم. در نتیجه این کاری که من الان انجام میدم و واقعا رضایت دارم و به هر کسی که این کارو نمیکنه توصیه میکنم که بازنگری کنه تو اعتقادش، خودش خواهد کرد. پدر مادر ما هر چی میخوان برای خود ما. احسنتم، تشکر میکنم از تماستون و همراهیتون با برنامه. خدا نگهدار شما. خدا نگهدارتون. خانم آقای حسین از پاکستان با ما هستن، سلام میکنم خدمت شما. الو، سلام علیکم. سلام بر شما، نماز روزهاتون قبول باشه، وقتتون بخیر. قبول حق باشه حاجی آقا. البته ببخشین من میخوام سلام نامه به آقای امام حسین. بله، شب جمعه هست، بفرمایید. سلام بدید به سعید الشهدا. السلام علیک یا ابا عبدالله حسین، سلام علیک یا علی مدد، السلام یا زیارتتون قبول باشه انشاءالله. به زودی از نزدیک مشرف بشید کربلا و از نزدیک زیارت کنید امام حسین علیه السلام رو. آقای حسین، آقا به نظرتون چرا احترام به والدین و جلب رضایتشون در همه ادیان الهی سفارش و تأکید شده؟ آقا ببینین، احترام به والدین اینه که همه پدر مادر کسته فرزندان خیلی کمسر اولویت های خیلی دوست داره و این کسی باز فرزندانش هم همین خلاصه باز احترام خیلی خوب دیگه. بله، پدر و مادر شما در قید حیات هستن آقای حسین آقا؟ بله، در قید حیات هستن. خدا حفظشون کنه. آیا تا به حال از پدر و مادرتون این عبارتی شنیدید که تصریح کنن که از شما رضایت دارن؟ بله، رضایت دارن. من بهشون احترام دارم خیلی زیاد، اینا پدر مادر دوست دارم. اما پدر مادر یک از نعمت‌های خدا احسنتم، درود بر شما. خوش به حال شما و خوش به حال اون دسته از جوانها و فرزندانی که این تصریح رو از پدر و مادرشون بشنون. زیباترین جمله هست که هر انسانی میتونه در طول عمرش بشنوه که پدر یا مادر بهش بگن که فرزندم ازت راضی هستم، خدا هم ازت راضی باشه. آره باز همین آدم باید مادر خود احترام بذاره. احسنتم، تشکر میکنم آقای حسین آقا. شب جمعه هست، در زیارت سعید الشهدا نایب الزیاره و دعاگوتون هستیم انشاءالله. تشکر میکنم از تماستون، خدا نگهدار شما. اما بیننده های محترم، بیام به فضاهای مجازی و پیام هایی که شما بیننده های محترم ارسال کردید. در اینستاگرام شخصی بنده زحمت کشیدن بیننده ها، جواب سوال برنامه رو ارسال کردن. خانم مهناز نوشتن چون ما مسلمونیم و احترام به پدر و مادر واجبه و حضرت محمد صلی الله علیه و آله سفارش زیاد کردند.
بیننده دیگری با شناسه الهام نوشتن محبت به پدر و مادر و فرزند و فرزند صالح شدن برای آنها مهمترین وظیفه هر فرد است. به این دلیل محبت بی قید و شرط آنان است که ما به کمال می رسیم و در تمام لحظه ها یار ما خواهند بود. احترام به این دو عشق آسمانی جزو وظایف اصلی ماست. تشکر میکنم از بیننده های محترم که در تمام فضاهای مجازی و درگاه های ارتباطی برنامه هشتگ سوژه با ما هستید و برم به پیام هایی که از طریق واتساپ برای ما ارسال شده. بیننده با به نام امین صادقی در واتساپ ارسال کردن که چون بعد از خداوند و ائمه اونها هستن که دین زیادی برگردن ما دارن و دستور خداوند اطاعت کردن از اونهاست. احسنتم. تشکر میکنم از بیننده های محترمی که همیشه و همه جا همراه و حمایت کننده برنامه خودشون برنامه هشتگ سوژه هستن و اینجا باید من عذرخواهی هم بکنم از بیننده هایی که فرصت نمیشه پیام هاشون رو بخونیم. واقعا برای هر موضوع و برای هر قسمت هزاران هزار پیام و جواب میاد برای سوال برنامه و این تعداد پیامی که از درگاه های مختلفی خونده میشه، از اسمس، از واتساپ، از اینستاگرام، از تلگرام، واقعا اینها بیش از این نمیشه وقت، یعنی وقت برنامه اجازه نمیده به ما. و یعنی من خودم دوست دارم شخصا تمام پیام هایی که به دست ما رسیده رو، چون بیننده های محترم وقت گذاشتن و نوشتن، تایپ کردن، ارسال کردن، دوست دارم همه اونها رو بخونم. ولی واقعا عذرخواهی میکنم که وقت برنامه اجازه نمیده به ما و مجبوریم که به همین چند پیام اکتفا بکنیم. بیننده های محترم، همچنین یک عذرخواهی هم بکنم از بیننده هایی که پشت خط هستند و موقعی که بنده صحبت میکنم یا آیتم سوژه گرا پخش میشه تماس میگیرن یا خطها اشغال هست. خلاصه به خوبی های خودتون ببخشید و تشکر میکنم که همیشه و همه طوری حامی برنامه هشتگ سوژه هستید، با تماس هاتون، با پیام هاتون، با پیام های انتقادی، با پیشنهاد هایی که میدید. خلاصه تشکر و قدردانی ما را بپذیرید. در این شب جمعه، شب زیارتی مخصوص ابا عبدالله علیه السلام، نایب و زیاره و دعاگوتون هستیم. تکرار برنامه ساعت 10 صبح به وقت تهران، فراموش نکنید. مقاطع برنامه، گزیده های برنامه، فایل هایی که تقطیع میشه از طریق واتساپ برای شما ارسال میشه. اگر به دستتون نمیرسه شماره برنامه رو سیو کنید در گوشی موبایلتون، در آپارات هشتگ سوژه رو سرچ کنید و تمامی فایل های برنامه رو میتونید مشاهده کنید. نایب و زیارتون هستیم شب جمعه کربلا. یا علی مدد، خدا نگهدار شما.